وقتی من جستجوی دنیای درونی خودم را شروع کردم خیال می کردم که کاری ناممکن است تصور می کردم که این دنیا بسیار کثیف است ولی من اینطور نیستم گمان می کردم من جنایتکار نیستم بی خانمان هم نیستم واقعا نمی خواستم درک کنم که تمام اینها هستم تا جایی که میفهمیدم من مثل آنهایی که قضاوتشان میکردم یا اشتباه میکردند نبودم هدفم این بود که بفهمم چطور این دنیا در درون من وجود دارد هر زمان چیزی یا کسی را میدیدم که دوست نداشتم به خودم میگفتم من هم اینطوری هستم اینها در درون من هستند همان ماه اول معیوس شده بودم زیرا نمی توانستم واقعا موردی بد را در وجودم پیدا کنم سپس یک روز که سوار قطار بودم همه چیز تغییر کرد زنی که در کپه من در کپه من بود پر سر بچه اش فریاد می کشید در دل گفتم من هیچ وقت بچه خودم را اینطوری تربیت نمی کنم و چه زنه وحشتناکی است که بچهش را در یک محیط عمومی سرزنش می کند. صدای آرام به من گفت اگر بچه تو هم شیر و شکلاتش را روی لباس ابریشمی سفید رنگت می ریخت تو به جای داد و فریاد چیزی به طرفش پرتاب می کردی. ناگهان قطعات پازل کامل شد. البته من قادر بودم که از سر عصبانیت با بچه برخورد کنم ولی نمیخواستم این را تصدیق کنم. بنابراین وقتی دیدم کسی دیگر از سر خشم فریاد میزند به جای اینکه با او همدل شوم او را قضاوت کردم. این مسئله تمرکز فکری من را برهم زد. فهمیدم این صفت است که با هر کس در درون من متجلی می شود نه خود آن شخص. من آن زن عصبانی در قطار نبودم ولی ناشکیبایی و بیتحملی بی خودم بود که در آن لحظه توسط آن زن آشکار شد. آنچه کشف کرده بودم این بود که من هم قادر بودم مثل مردمی که خشنترین قضاوتها را دربارهشان میکردم عمل کنم. برایم روشن شد که باید مراقب صفاتی که در دیگران بیش از حد مرا آزار می دهد باشم. می بایست تصدیق می‌کردم که من هم اگر روز بدی داشته باشم، می توانم سر فرزندم فریاد بزنم. بعد به فرد بی خانما نگاه کردم و از خودم, ف... از خودم پرسیدم اگر من هم تحصیلات و هیچ خویشاوندی نداشتم و شغلم را هم از دست داده بودم آیا من هم بی خانمان نمی شدم؟ پاسخ قطعا مثبت بود. اگر من هم شرایط زندگی هم را تغییر می دادم و می توانستم این تغییر را حس کنم آن وقت قضیه فرق می کرد. سعی کردم مانند انواع مختلف آدم ها باشم یعنی خوشحال، غمگین، خسیس، حسود و غیره. به همین دلیل آدم های چاق بهترین هدف ویژه برای من بودند. پدر من خیلی سنگین وزن بود. من نسبت به او تعصب داشتم. ناگهان به نظرم خیلی متفاوت آمد. من هنگام تولد لاغر و استخوانی بودم و به سرعت غذایم هضم می شد. فهمیدم که اگر سوخت و ساز من هم تغییر کند و به خوردن آت و آشغال ادامه دهم قطعا چاخ خواهم شد. ولی هنوز هیته های دیگری هم وجود داشت که با آنها مشکل داشتم. من هرگز نمی توانستم تصور کنم که قاتل یا متجاوز باشم. چگونه می توانستم در کمال خونسردی کسی را بکشم؟ می توانستم تصور کنم که اگر کسی بخواهد به خودم یا خیشاوندانم صدمه بزند برای دفاع او را میکشم ولی در مورد قاتلان بلفتر چطور فهمیدم که فعلا تمایلی به کشتن کسی ندارم ولی اگر مدت چهارده سال در یک, در یک قفس زندانی و شکنجه شده بودم آیا من هم قادر بودم در کمال خونسردی شخصی را بکشم جواب باز هم مثبت بود. البته این کار, این کار کشتن را توجیه نمی کند ولی به شما اجازه می دهد که خودتان را جای آن فرد بگذارید. از آن روز به بعد هر وقت به زحمت می افتادم یا مشکلی برایم پیش می آمد آن را تجزیه و تحلیل می کردم. به عنوان مثال هنوز نمی توانستم بفهمم که چطور می توانم نقش یک کودک آزار را بازی کنم به همین دلیل از خودم می پرسیدم که چه نوع آدمی می تواند به یک بچه آزار برساند بیشک یک آدم منحد ترسناک و منحرف بعد از خودم سوال کردم بعد از خودم پرسیدم آیا من هم می توانم فردی منحد باشم؟ آیا من هم می توانم ترسناک یا منحرف باشم؟ سعی کردم تصور کنم که اگر جای بچه بودم و بدترین اتفاق برایم می افتاد و مورد سوء استفاده قرار می گرفتم و بدون محبت زندگی می کردم طور دیگری بزرگ می شدم تحت این شرایط به هیچ طریقی نمی توانستم پیش بینی کنم که آیا قادرم این کار را انجام دهم یا خیر. آدم هرگز نباید در مورد کسی قضاوت کند تا زمانی که خودش را به جای او بگذارد. حتی با اینکه داشتن بعضی از این ویژگی ها و خصلت ها برای من بسیار سخت بود بایستی با شیطان درونم مواجه می شدم. بعضی اوقات سوال این نیست که آیا شما دارای ویژگی خاصی هستید یا نه بلکه سوال این است که آیا شما می توانید این خصلت را در شرایط مختلف از خود بروز دهید سعی کردم به جای اشخاصی باشم که از آنها متنفر بودم پذیرفتن بعضی از آنها برایم سخت بود و در مورد بعضی ها زمان بیشتری می تلبید. ولی همیشه عده قلیلی بودند که هرگز نمیتوانستم نقش آنها را بازی کنم بیشتر اوقات ندای درونیم که همیشه سعی میکرد راجع به هر چیزی قضاوت کند آرام شده بود. سکوت ذهن چیزی بود که من همیشه در رویاه هایم می دیدم و کم کم آشکار میشد و به وقوع می پیوست. فهمیدم فقط زمانی در مورد دیگران قضاوت می کنم که خصوصیتی را به نمایش میگذارند که آن را در درون خودم نمیپذیرم. اگر شخصی خود نمایی میکرد دیگر در موردش قضاوت نمیکردم، چون می دانستم خودم هم میتوانم همانطور باشم. فقط موقعی از خودم کاملا رضایت داشتم، که قادر بودم رفتارهای خاص مثل غمگین بودن و اتهام زدن به دیگران را کنار بگذارم. وقتی آدم جلوی کسی می ایستد و انگشت اتهام به سوی او نشانه می رود در واقع باید بداند که فقط یک انگشت به سوی متهم است و سه انگشت دیگر متوجه خود اوست. وقتی کسی را نکوهش می کنید در واقع یکی از خسلت های درونی خود را انکار می کنید. دیگر عمل مخفی کردن و انکار صفت هایم برایم تقریبا خندهدار به نظر می رسید. تازه متوجه می شدم که چه انرژی عظیمی مصرف می کردم تا نشان دهم آنی که نشان می دهم نیستم. اگر شما این نگاه را نداشته باشید که یک نمونه یک کوچک از تمام دنیا هستید باید به طور انفرادی تمام زندگیتان را ادامه دهید و برای, پا... و برای پیدا کردن پاسخ سوالهایتان و پیشداوری های بد و خوبتان به درون خیش بنگرید نه به دنیای بیرون همواره در این توهم که هیچ ارتباطی بین من و شما وجود ندارد گرفتار خواهید بود و همواره نقابی بر چهره خواهید زد تا احساس امنیت و اطمینان به شما بدهد اما اگر کلیت جهان درون خود را بپذیرید آنگاه تمام جنبه های انسانیت را خواهید پذیرفت هر جنبه از درون ما به درک و محبت نیاز دارد اگر ما نخواهیم آن را به خودمان بدهیم چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که کائنات آنها را به ما هدیه کند؟ ما هر طور باشیم، کائنات هم همان طور است. دوست داشتن خود باید در وجود ما نهادینه شود و هر سطح از وجود ما را تقضیه کند. افرادی هستند که خود درونیشان را دوست دارند ولی قادر نیستند بیش از چند دقیقه خودشان را در آینه تحمل کنند. افراد دیگری هستند که تمام وقت و پولشان را صرف خود ظاهریشان می کنند و از, آن آنچه در درونشان هست نفرت دارند. زمان آن فرا رسیده است که تمام وجودتان را از نور آکنده کنید و با نگاهی آگاهانه باعث ایجاد تغییر در تمام عرصه های زندگیتان شوید. حالا وقتش است که بوت خودتان باشید. هر بخش از وجودتان چیزی برای ارائه به شما دارد. با دوست داشتن و پذیرش خودتان به راستی قادر خواهید بود همه انسان ها را بپذیرید و دوست داشته باشید. این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.